همکارم حسین باستانی هم اینجاست تا موضوع بیشتر بررسی بکنیم. با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، گمان زنی ها در مورد آینده خیلی زیاد هست. از نظر شما سمت و سوی کلی این روند به کدوم طرفه؟ ببینید، گمان زنی هایی که مطرح هستن البته خب جنس بسیار متفاوتی دارن، اما یک چیزی که در بین خیلی از اونها قابل تشخیص هست اینه که بسیاری از گمان زنی های موجود تحت تأثیر تجربیات گذشته و الگوهایی هستن که در گذشته اتفاق افتادن، در حالی که لزوماً ممکنه که الگوهایی که در گذشته تکرار شدن در آینده قرار نباشه که تکرار بشن و اگر مبنا بر اون گذشته بشه ما غافلگیر بشیم. به عنوان نمونه، اگه خاطرتون باشه، حالا در همین موضوع خاص روابط ایران و آمریکا اگه بخوایم متمرکز باشیم، زمانی که پرونده هسته ایران، فعالیت‌های هسته ایران در فاصله مثلا سالهای 83 و 84 شتاب گرفتن علارغم نظر جامعه بین‌المللی، یک گرایش خیلی غالب در سطح حکومت ایران و یک بحث غالب این بود که میگفتن که خب در مقابل این تهش میخوان تحریم بکنن، که خب رجوع میکردن به الگوهایی که از گذشته در ذهن داشتن که اون تحریم ها لابد یه چیزی خواهد بود مثل اونایی که تا حالا انجام شده. خب چیز خیلی عظیمی نیست، فشار میاره، ولی به هر حال میتونیم ادامه بدیم. چیزی که در این نوع نگاه غالب در واقع غایب میموند این بود که نوع جدیدی از تحریم ها در پیش بود که در گذشته سابقهش وجود نداشت. اون تحریم های نفتی و مالی که مثلا از 90-91 شروع شدن و نهایتا هم خب به هر حال منجر به تغییر در رویه ایران شدن. یا یک نمونه دیگرش، به هر حال وقتی که مذاکرات هسته‌ای شروع شدن، در اون زمان به نوعی دیگری این تکیه بر الگوهای موجود به نظر میاد که موجب غافلگیری شد. یعنی انگار تصور برای این بود که همیشه حکومتی، همیشه دولتی که در آمریکا سرکاره از جنس دولت باراک اوباما خواهد بود. درسته که وقتی نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بعدی شدیم، خب نگاه‌های متفاوتی ایجاد شد که شاید آینده اینطور نباشه، ولی مثلا تا قبل از تیر 94 که برجام نهایی شد، بعید به نظر میاد که هیچ کدوم از مذاکره کنندگان ایرانی و غیر ایرانی تصورشون این بود که ممکنه دولت آینده آمریکا در رأسش کسی مثل دونالد ترامپ باشه. در خصوص وضعیت فعلی هم به نظر میاد یک همچین حال و هوایی وجود داره، یعنی اینکه نگاه به الگوهای گذشته غالب پس بر تحلیل هایی که اون تحلیل ها میخوان با آینده نگاه بکنن، در حالی که ممکنه لزوما اینطور نباشه. خب چرا نباید اینطور باشه؟ معمولا یک سابقه ای رو در ذهن میگیرن و بر اساس وضعیت موجود آینده رو پیش بینی میکنن. چرا نباید آنچه که تا حالا اتفاق افتاده تصویر کاملی از سناریوهای بعدی ارائه بکنه؟ به این خاطر که در بعضی از مواقع و البته نه همیشه، چون در مواردی هم الگوهای گذشته تکرار میشن، ولی در خیلی از مواقع ممکن هستش که متغیرهایی در معادله موجود عوض شدن که باعث میشه که فضا به طور کلی تغییر پیدا کنه. مثلا در فضای فعلی روابط بین ایران و آمریکا یک نگاه غالبی که در بین خیلی از ناظران وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی وقتی از حدی بیشتر تحت فشار قرار بگیره، این گرایش درش پیدا میشه که مذاکرات محرمانه انجام بده با جایی که میگفته با او گفتگو نخواهد کرد، مثلا با آمریکا. ممکنه اینطور بشه در این فقره اخیرم، اما این رو هم نباید فراموش بکنیم که خب یک بخشی از این معادله که بخش مهمی هم است تغییر کرده و اون رئیس جمهور ایالات متحده هست که به نظر میاد که برای او اتفاقاتی در عرصه سیاست که جلوی دوربین میافتن اهمیت خیلی ویژه‌ای دارن. او شاید یک تفاوتی که با خیلی از سیاستمدارهای دیگه داشته اینه که بخش مهم، یعنی چند دهه سابقهش قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، از جنس فعالیت‌هایی بوده که با دوربین سر کار داشته. در نتیجه الان هم در عرصه سیاست به نظر میاد اون چیزی که قرار جلوی چشم مخاطبان رسانه‌ها اتفاق بیفته براش اهمیت ویژه‌ای داره، از جنس مثلا نوع برخوردی که با کره شمالی داشته. خب اگر که یک همچین گرایشی در یک طرف مذاکره وجود داشته باشه، تا چه حد ممکنه مذاکرات محرمانه رو بشه با او پیش برد و روش حساب کرد؟ مذاکراتی که قراره که انگار جلوی دوربین نباشن و اینکه جلوی چشم مخاطبان افکار عمومی نیان. یک نمونه دیگه هم که شاید بشه بهش اشاره کرد در خصوص موضوع تهدیدات نظامی هست و خطر درگیری نظامی هست. باز هم در اینجا به نظر میاد ذهنیت خیلی از ناظران
تحت تاثیر تجربه های گذشته ای هستش که در کشورهای همسایه ایران اتفاق افتاده، مثل عراق و افغانستان. خب این باعث میشه که طیفی ایجاد بشه که در یک سرش مثلا کسانی به این نتیجه برسن در ایران که وقتی که آقای ترامپ میگه که تجربیات عراق و افغانستان رو نمیخواد تکرار بکنه و آمریکا رو درگیر یک همچین جنگایی بکنه، در نتیجه کسانی از این حرف نتیجه میگیرن پس کلن هیچ خطر درگیری نظامی وجود نداره، چون انگار فقط اون ذهنیت درگیری های سابق در کشور همسایه ایران رو تو ذهن دارن، و در یک طرف دیگر طیف کسانی نتیجه بگیرن، یعنی به این ذهنیت باشن که خب اگر درگیری بخواد به لحاظ نظامی اتفاق بیفته، جنسش فقط باید جنسی باشه که در انتهاش تغییر رژیم هم صورت بگیره، به این خاطر که باز تجربیات عراق و افغانستان تو ذهنشون است. در حالی که خب شما ممکنه الگوهای دیگری هم داشته باشید، یعنی الگوی درگیری‌های محدودتر نظامی که قرار نیست مثل اتفاق عراق و افغانستان باشه، ولی به هر حال درگیری نظامی هست. به طور کلی به نظر میاد که البته دستبندی و تمرکز برای الگوهای قبلی در بررسی روابط بین ایران و آمریکا و رفتار اونها در ارتباط با همدیگه بسیار مهم هست، اما متوقف موندن در این الگوها ممکنه که باعث بشه که ما در آینده غافلگیر بشیم. در نتیجه ضمن توجه به الگوهایی که در گذشته اتفاق افتادن، باید در گوشه ذهن خودمون جایی رو هم برای سناریوهایی که ممکنه برای اولین بار اتفاق بیفتن خالی بگذاریم. ممنونم از حسین باستانی.